همراهان عزیز کانال ایران بیوگرافی، سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این قسمت از برنامه‌مون به بیوگرافی شهاب مظفری، خواننده محبوب کشورمون می‌پردازیم. ما یک کاتگوری جدا برای خوانندگانمون ایجاد کردیم که شما میتونید به اونجا مراجعه و بیوگرافی خواننده‌ها رو بخونید. البته من در ادامه این ویدیو لینک این کاتگوری رو هم براتون میذارم، پس با ما همراه باشید. شهاب مظفری زاده 7 اردیبهشت سال 1363 در تهران، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز موسیقی پاپ ایرانیه و امسال 38 سالشه. او جزو خوانندگان قد بلند محسوب میشه و 198 سانتی متر قد داره. او پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه در رشته کامپیوتر وارد دانشگاه شد و به خاطر علاقمندی به موسیقی همزمان فعالیت خودش رو در این زمین هم ادامه داد. اولین آهنگ او با ترانه و آهنگسازی خودش با نام از وقتی رفتی در سال 1387 منتشر شد. ساز حرفه‌ای او پیانوه که از کودکی یادگیری اون رو آغاز کرده و همچنین گیتار کلاسیک نیز از سازهایی که وی توانایی نواختن اون رو داره. وی در سال 1396 به یک خواننده مجاز تبدیل شد و برای پخش آثارش مجوز دریافت کرد. نکته خنده‌دار در این رابطه با این مجوز اینه که او 5 سال قبل از دریافت مجوز تنها آلبومش رو بیرون داده بود. وی در رابطه با دریافت این مجوز میگه: خدا رو شکر بالاخره مجوزها با همکاری دوستان و مسئولین محترم صادر شد و خوشحالم از این پس در حوزه رسمی موسیقی فعالیت خواهم داشت. البته پیش از این نیز صرفاً آثارم رو به صورت صوتی در چارچوب‌های کشور منتشر کرده بودم و با مجوز فصل جدیدی از فعالیت هنریم رو با همکاری مؤسسه آراد آغاز می‌کنم. اولین کنسرت او در 14 تیر 1396 و در دو سانس در سالن همایش برج میلاد برگزار شد. این در حالی بود که فروش بلیت های این کنسرت از ساعت 14:01 تیر شروع شده بود و در مدت 24 ساعت همه بلیت های هر 4 سانس به فروش رفت. وی تا کنون تنها یک آلبوم منتشر کرده که اون هم تو رو خواب دیدم نام داره که در سال 1391 با برنامه ریزی مجید دمیرچی و تهیه کنندگی هادی دمیرچی منتشر شد. وی تا کنون بیش از 70 تک آهنگ از خودش منتشر کرده و روانه بازار کرده. علارغم وجود شایعاتی و حتی انتشار چندین عکس که البته تاییدش زیاد معتبر نیست، وی ازدواج کرده ولی خودش این موضوع رو تکذیب کرده و در منابع مختلف گفته شده که ایشون هنوز مجرده. خانومایی که هنوز به این خواننده علاقه دارن میتونن شانس خودشون رو دوباره امتحان کنن. دلبری تو کمترش کن و میگم که عوض شدی از آهنگهای معروف این خواننده به شمار میاد. وی برای سریال دل 9 قطعه رو ساخته و خونده. دوستان عزیزم در کانال ایران بیوگرافی، الان لینک بیوگرافی مرجان خواننده قبل و بعد از انقلاب کشور رو براتون این بالا میذارم. امیدوارم که برین و تماشاش کنین و لذت ببرین. اگر از دیدن این ویدیو هم تا اینجا لذت بردید، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. سال 1397 بدون شک مهمترین و جنجالی ترین سال زندگی شهاب مظفری به حساب میاد. وی در روز 11 اردیبهشت 1397 دچار سکته قلبی شد و در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد و تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت. بعد از 2 روز او در صفحه شخصی خودش در اینستاگرام با انتشار ویدیوی کوتاه از بهبود حال خودش خبر داد و علت سکته قلبی رو استرس و فشار کاری دونست. او بعد از چند روز از بیمارستان مرخص شد. شهاب چند سال قبل به دنبال درد در ناحیه شکم به پزشک مراجعه کرده بود که تشخیص آپاندیس داده شده و او را عمل میکنن، ولی 12 روز بعد معلوم میشه که اون درد به خاطر عفونت ریه بوده و آپاندیس اون نباید عمل میشده.
او در اسفند 1397 با انتشار یک پست در اینستاگرام نسبت به آهنگ سفارشی از یاس واکنش نشون داد. این به اصطلاح دیس شهاب مظفری به یاس 2 سال و 4 ماه بعد از آهنگ سفارشی منتشر شد که در نوع خودش خیلی جالب بود. البته شهاب مظفری این دیس رو بسیار ضعیف اجرا کرد و حتی خیلی از طرفدارانش هم از کیفیت این آهنگ راضی نبودن، اما باعث شد او بسیار سر زبون ها بیفته و بازدید آهنگاش به شدت بالا بره. او این دیس رو با گفتن این جملات آغاز کرد: پسر خوب، تو یکی میشینی یک موزیک میدی، حواست نیست چی داری میخونی و همه بچه های خواننده رو میبری زیر سوال. ببین عزیزم، بقیه رو نمیدونم، ولی منم بچه همین کوچه خیابونم که تو توش بزرگ شدی. منم خیلی چیزا رو دوست داشتم بخونم ولی نخوندم. خیلی از کارهایی هم که خوندم دوست نداشتم. خوب گوشات رو باز کن، مستقیم به خودت میگم، چون خودت جو رو انداختی. اولا من خوندم که دل مردمم طرفدارم شاد بشه و حالشون خوب باشه، وگرنه من خودم ته کوچه غمباد گرفتم یک عمره. دومیشم هر وقت از نزدیک دیدمت میگم یادم بنداز. او همچنین در 13 تیر 1300 یک ویدیوی کوتاه در جواب این آهنگ تولید و منتشر کرد که با واکنش سایر رپرها از جمله تتلو، رضا پیشرو، سهراب ام جی، ایدن، پوتک و غیره مواجه شد، ولی خود یاس سکوت کرد. بهمن بابازاده، خبرنگار سرشناس حوزه موسیقی، در این باره میگه فرق یاس با شهاب مظفری همینجاست که یاس داد میزنه تا نشون بده، ولی شهاب التماس میکنه تا دیده بشه. این وسط ها تمام خوانندگان سرشناس سبک رپ هم به میدون اومدن. اونها که مدام در ترانه هاشون همدیگر رو به باد فحشای رکیک میگرفتن، حالا در مقام استاد اخلاق این کار مظفری رو نکوهش کردن که ما بین خودمون دعوا داریم، به کسی ربطی نداره، ولی خواننده پاپ حق نداره یکی از ما رو دیس کنه. شهاب مظفری رابطه خیلی خوبی با خدای خودش داره و میگه من به خودم عشق می‌ورزم و اعتقاد دارم که همیشه همراهم بوده و اگر هوایم رو نداشت به اینجا نمی‌رسیدم. شهاب سه خواننده دوست داشتنیش رو اینطوری معرفی می‌کنه: آرش و مسیح، علی یاسینی و بهنام بانی. من خیلی با کسی در ارتباط نیستم، ولی در کل دوست داشتم آهنگ شهر حسود علی زنده وکیلی رو من بخونم. او جزو خوانندگانیه که حضور در سینما رو هم تجربه کرده. فیلم سینمایی خانه شیشه‌ای که توسط امیر پورکیان در سال 1400 ساخته شد و با حضور بازیگرانی چون بهار کیانفشار و امیر جعفری ساخته شد. این فیلم زندگی سلبریتی ها رو به شیوهی متفاوت به تصویر میکشه. در این پروژه شهاب مظفری نقش یک خواننده آزاده رو بازی میکنه که با ایستادن در مقابل مافیا و افشاگری قید استیج رو میزنه. البته خیلی از منتقدان معتقد بودن این پروژه برای بیشتر دیده شدن شهاب مظفری اجرا شده و با شکست مواجه خواهد شد، که البته تقریبا همینطور هم شد و شهاب مظفری در چنته بازیگری نتونست خودی نشون بده. خب دوستان عزیزم، اینم از بیوگرافی شهاب مظفری. شما هم اگر شخص خاصی رو برای معرفی مد نظر دارید، کافیه توی کامنت ها به هم اعلام کنید. در پایان 2 ویدیوی پیشنهادی دیگه هم براتون نمایش داده میشه. اگر دوست داشتین اونا رو تماشا کنید و امیدوارم از دیدن اونها هم لذت ببرید. ایران بیوگرافی، بیوگرافی آنانی که میشناسیم و نمیشناسیم.